بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حضور سروران گرامی هستیم در بحث مجالس سبعه مولانا. رسیدیم به مجلس هفتم و آخرین مجلس از مجالس سبعه. در خصوص مقدمه عالمانه و عاشقانه که ایشان نوشته بودند جلسه قبل تمام وقت رو صرف کردیم. حدیثی رو از حسن بصری رحمت الله علیه بیان کرد که با یک نگاه کوتاه به آن بحث امروز رو پی می‌گیریم. عن حسن بصری انه قال، از حسن بصری که گفت حدثنی جماعه کلهم سمعوا حدیث النبی صلی الله علیه و سلم. من از جماعتی نقل می کنم، از تعداد کثیری نقل می کنم که همگی از مستقیما از زبان مبارک حضرت رسول صلی الله علیه این حدیث را شنیدند که فرمود ان الله تعالی لما خلق الارض، خداوند وقتی که عقل را آفرید فقال له اقعد فقعد، به او فرمود که بنشین پس نشست. ثم قال له قم فقام، بعد او گفت که برخیز و او عقل بلند شد. ثم قال له اقبل فاقبل، سپس خدا به عقل فرمود که جلو بیا پیش بیا و او پیش آمد. ثم قال له ادبر فادبر، سپس خدا به عقل فرمود عقب برو، پس عقب رفت. ثم قال له تکلم فتکلم، خدا به عقل فرمود بعد اینکه آفرید را گفت سخن بگوی، پس عقل سخن بود. ثم قال له انصت فانصت، سپس او به عقل فرمود که ساکت باش، پس ساکت شد. ثم قال له انظر فنظر، خدا سپس به عقل فرمود نگاه کن، نظر کن، پس نظر کرد. ثم قال له انصرف فانصرف، و سپس به عقل فرمود که روی گردان، برگرد، و او برگشت. ثم قال له افهم ففهم، و به او فرمود که بفهم، پس عقل فهمید. پس این عقلی که در وجود ما هست برای فهم است و بر اساس دستور الهی حرکت می کند. دستور علویت است که به اون میگه بنشین، سخن بگو، ساکت باش، جلو بیا، عقب برو، راست برو، چپ برو. همین ها رو خداوند می فرماید، یعنی خداوند مالک عقل است. ثم قال له، سپس فرمود و عزتی، سوگند به عزتم و جلالم و عظمتی و کبریایی و سلطانی و جبروتی و علوی و ارتفاع مکانی و استوایی علی عرشی و قدرتی علی خلقی، ما خلقت خلقا اکرم علیم، من هیچ چیز نیافریدم ای عقل که گرامی تر باشد در نزد من از تو، یعنی گرامی ترین چیزی که آفریدم عقل است. بلا احب الیم، و چیزی هم نیست که محبوب تر باشد به من از تو. به که اعرف و به عقل، من به واسطه تو شناخته می شدم. به که اعبر، به واسطه تو عبودیت می شدم ای عقل. و به که اتا، و به واسطه تو اطاعت می شدم. و به که اعطا، و به که اعطا، و به واسطه تو می دهم، عطا می کنم. و به که اعاطف، و به واسطه تو عطاب می کنم و کسی رو زجر رو نهی می کنم. لکه ثواب و علیک العقاب، اگر ثواب است ای عقل مال تو هست، و اگر عقاب است علیه تو هست. صدق الله و صدق رسول الله. رسول مجتبا، سفیر معلا. مجتبا یعنی برگزیده. رسول، حضرت رسول هم مصطفی هست هم مجتبی هست. مصطفی
استفا یعنی از بین خیلی کثیر چیزی را انتخاب کردن. مجتبا یعنی از میان اقل انتخاب کردن و این خیلی جالب و جای بحث است. اجتبا معمولا از میان عده قلیل است و به خاطر همین است که میگن امام حسن مجتبا علیه السلام مقام اجتبا برتر از مقام استفا است. و رسول مجتبا که آمد اینجا یعنی اینکه حضرت رسول هم مجتبا هست، چرا که یک چیزی را از بین عدد کثیر انتخاب کردن، تعداد کثیر انتخاب کردن شأنش بیشتر است، یا از بین برگزیده های آن انتخاب کردن. مجتبا یعنی برگزیده شده از میان برگزیدگان، از همه برگزیدگانی که برگزیده شده اند و مدت ها در عالم شنوزت همه اینها برگزیده شدند و همه آمدند، نفس به نفس، شخص در شخص، نفس در نفس و همه چیز آمده است، نهایتا از همه شیره اینها و همه نتیجه اینها و اصاره اینها میشه مجتبا. سفیر معلا، سفیری که علوب دارد، معلا میگن کربلای معلا، یعنی اینکه آن که علوب مقامی و علوب مرتبه دارد، او سفیر است. سفیر یعنی از جانب خداوند آمده است، سفارت دارد. سفیر کسی که سفر می کند به خاطر خداوند. رسول مجتبی، سفیر معلا، مقرب ثم دنا فتد الله، کسی که مقام قرب ثم دنا فتد الله، سپس نزدیک شد، پس نزدیکتر شد. راجع به اینها دیگر بحث نمی کنیم. خاص و خاص قاب حسین و عدنا، کسی است که فکان قاب حسین و عدنا و خدا پیامبر در معراج نزدیک شد به خدا، نزدیک و نزدیکتر شد تا اینکه به اندازه دو کمان یا کمتر با خداوند با ذات الوهیت فاصله داشت. آن هم چون ذات حضرت جایگاه خاصی ندارد میگوید دنا و دنا، دو نوع نزدیک شدن واسه این است که آن جایگاه و آن محل، آن محور چون جسمانیت ندارد معلوم نیست و آن بیته ای که خداوند در آن تجلی می کند منظور نظر است. در یک جایی خواهید فرمود که چگونه است که به خدا می تواند نزدیک شد. این مربوط به تجلیات الهیت است. قبلا سخن گفته ایم راجع به این مسئله بسیار مهم. بعضی ها می گویند چرا به زیارتگاه ها می رویم. بعضی از این وهابیون یا دیگران که ادراک ندارن از مسائل عرفانی بیخبر هستن، اینها می گویند که خب اصلا کعبه چیست، ما چرا دور کعبه گردیم؟ یا مثلا مشاهد متبرکه کربلا چه دارد، مشهد رضا چه دارد، یا کاظمین چه دارد، صابرا چه دارد، بقی چه دارد، اینها چیستن که شما می روید؟ اینها خاک پرستی و گل پرستی و سنگ پرستی است. اینها اساسا از عرفان بیخبر هستند یا اصلا عرفان رو نمی پذیرند. می دانید که وهابیت دشمن شماره یک عرفان است و یکی از دشمنان مهم عرفان همین وهابیت و همین فقهای حنبلی و حنفی هستند، چون حنابله و حنفیه جزء دشمنان معین و مشخص عرفان هستند، چون که اصلا عرفا رو کسانی میدانند که اینها از دین خارج شدند غالبا. یک مقدار از افراد دیگر با آنها همسویی دارن، مثلا شافعیه نزدیکتر هم غالب عرفا هم اگر جزء اهل تسنن باشن شافعی مذهب هستن، چرا که اصولش به مذهب شیعه نزدیکتر است، حدود 60-70% از اصول مذهب شافعیه و اصول مذهب امامیه منطبق است. از این جهت است که به آن توجه دارن و اساساً عرفان اسلامی با فقه شیعی هماهنگی و همانندی و همراهی بیشتری دارد از نظر محتوا و از نظر برنامه ها تا فقه اهل سنت. کاری نداریم. این که میفرماید که خاص و خاص است، خاص و خاص قاب حسین و عدنان، یعنی به اون نزدیک شده.
چرا چنین میگوید؟ یعنی خداوند تجلیش در یک جایی اعظم است. خداوند همه جا تجلی دارد، اما این تجلی مراتب دارد. مراتب تجلیات الهیه در خانه مقدس کعبه، چرا مقدس میشود خانه کعبه؟ سنگ و چوب از چه جهت مقدس میشود؟ از جهت تجلی. وگرنه سنگ که برای خود شرفی ندارد. این هم انسان، 2 میلیون انسان در یک وقت، 5 میلیون، 10 میلیون انسان میروند و 20 میلیون انسان میروند کربلا رو زیارت میکنند. خب اینها به خاطر آن طلاهای حرم مطهر حضرت عبدالله و حضرت ابوالفضل علیه السلام هست، نه به خاطر طلاهاشه، به خاطر نورهاشه، به خاطر زیباییهاشه، حتی به خاطر قبرشه، نه به خاطر این نیست. این 20 میلیون انسان که هر سال در اربعین میروند و به زیارت نائل میشوند، اینها تجلی آنجا احساس میکنند. تجلی یا حضرت حق متعال در آنجا شدت و عظمت میگیرد، مراتب تجلی در آنجا بیشتر روی میدهد، از آنجا آنجا مقدس میشود. و کسی که خود را میروند و به آن تقدس نزدیک میکند و به آن تجلیگاه نزدیک می شود، او هم آن تقدس را در درون خود حس می کند. می توانیم محکوم کنیم این 20 میلیون که 20 میلیون نادان داریم مردم. کسانی که انتقاد می کنند احتمالا نمی دانند. 20 میلیون انسان می روند. در بینشان تحصیل کردگان بسیاری هستند. در بینشان خیلی افرادی هستند که درکشان از دیگران بیشتر است. حالا ما بیاییم بگوییم که مثلا اینها دارن به دنبال یک نمیدانم ذریع طلا میروند، و این تبلیغات مسمومی که بعضی وهابیون ایجاد کردن و وهابیون شیعه هم که یک عده شیعه داریم که من اسم آنها رو گذاشتم وهابیون شیعه، این مختص بنده هست، جای دیگری نخواهید شد. وهابیون شیعه یعنی شیعیانی که تفکر وهابیت رو برای خود گرفتن، میگوین توسل وجود ندارد، شفاعت وجود ندارد، به حرم های متحد از را تنی مسئول نمیردن، این رو خرافات میدانند و حال دیگر هر کسی عقیدهش برای خودش مهتم است. اما این که کسی بیاید و اینها رو بخواهد که دیگران رو هم نادان فرض کند وقتی که میروند، هر کسی که یک بار رفته باشد، مشهد رفته باشد، یکی از مشاهد متبرکه، حتی امامزاده ها رفته باشد، او به درک عرفانی خواهد است. کسی که می رود مقبره حضرت بایزید بستانی رو زیارت می کند در بستان، او البته چیزی می فهمد، البته می فهمد خبری هست. کسی می رود در آنجا فرزند حضرت امام صادق علیه السلام رو زیارت میکنند، جناب محمد ابن محمد صادق رو زیارت میکنند، او آنجا تجلی احساس میکنند، ادراک میکنند، میفهمند، تجربه عرفانی به دست میارند. حالا چرا ما دیگران رو مسخره کنیم؟ ما چقدر داریم دیگران رو مسخره کنیم؟ بعضا میبینیم مثلا میآیند فیلمی را میگذارن میگه تا جهل هست مردم همه جاهل و نادان هست. میآید این بودایی ها را نشان میدهد که میروند دراز میکشند بعد بلند میشوند، میروند دراز میکشند بعد بلند میشوند. خودش رو خیلی عالم میداند، این خیلی تحلیل میداند. چرا این خوابید؟ چرا ما یاد نمیگیریم خصوصا ما مردم ایران؟ چرا یاد نمیگیریم به عقاید دیگران احترام بگذاریم؟ چرا ما این رو نمی آموزیم؟ این چیز بدیهی رو ما چرا نمی آموزیم که به عقاید دیگر احترام بگذاریم؟ به عقاید مسیحیان احترام بگذاریم؟ به عقاید یهودیان، به عقاید بوداییان، به رحماییان، به عقاید شینتو، هر عقیده‌ای که هست باید احترام بگذاریم. حتی به عقاید وهابیت احترام بگذاریم، به شرطی که در شکل عملیش مثلا تبدیل به داعش و اینها نشود. وگرنه ما به شکل تئوری باید به همه عقاید احترام بگذاریم. خب درکش این است، فهمش این است. چرا ما به راحتی دیگر متهم به جهل و نادانی و نفهمی میکنیم؟
در حالی خود من هزار تا جهنم نادانی از آن بیشتر دارم. اینو یاد بگیدی میخواه شما ایرانیان که به نظر هیچ وقت یاد نخواهیم گرفت، چون انقدر هوشمند نیستیم، انقدر هوشیار نیستیم، انقدر مطالعه نداریم. میگم به تحصیل از کسی که 10 تا کتاب خوانده، 50 تا کتاب خوانده، دیگر کتاب دیگری نخوانده است. این آدم آدم ترسناکیه. آدمی که 100 تا کتاب خوانده آدم ترسناکیه، وحشتناکیه، که با هیچ عقیده‌ای آشنا نیست. ای کاش نمیخوان کسی که 100 تا کتاب خوانده آن هم تعیین شده این کتاب را، این آدم وحشتناک و خطرناکیه. چرا که توهم علم در این به وجود خواهد آمد. اینها با اینکه به ربطی به بحث ما ندارد، اما عزیزان من مسائل مهمی هستم، اینها باید توجه کرد. اینها در جامعه ما جریان دارد، سریان دارد و کسی هم نیست پاسخگو باشد. شما می روید نمی دانم این سر و چوب، شما نمی فهمید. شما باید به عقیده ما احترام بگذارید، همچنان که ما به عقیده شما احترام میگذاریم. چیزی در فضای مجازی دیدم که بعد یهودی ها میرون از یک دیوار چیزی میخواهند. مسلمان ها دیوار رو مرکب منشأ خدا میدانند، مسلمان ها هم یک دیوار رو مظهر شیطان میدانند. خب این نمیفهمند مقصود چیز. اون یک حرکت سمبولیک رو نمیتوان، رمی جنرات رو که یک حرکت سمبولیک است، این با سمبول ها، با نشان ها، با اینها بیگانه است، بی سواد است. مفهوم سمبول و نشانه و نشان گذاری رو نمیدانند، مفهوم اسطوره رو نمیشناسند، مفاهیم ادیان رو نمیدانند. خب میآید میگوید که اینها بله دارن سر میزنند. این بدبخت اگر نمیدانی بیا بپرس از چند نفر باسواد بپرس. چرا بر بیسوادی خود، بر بیمعلوماتی خود، بر جهل خود تکیه میکنی؟ این دلیل از چیز که ما رمی جمعه میکنیم. مثلا حق هم دارن ادهی از جوان ها حق دارن، چون ما به دیگر عقاید احترام نمیگذاریم. یک جایی هست میخوابن قلب میخورن. خب فهمیدن اینها بدبختن، عجب آدم های بدبختی هستن. شما از کجا به این نتیجه رسید اینها آدم های بدبختی هستن؟ آینیست، مستکیست، منستکیست، انسان ها آزادن، هر جور میخواهن خدا رو بودیت بکنن. ما حق نداریم که نظر خودمان رو بر دیگران تحمیل کنیم. میتوانیم راه بهتر رو به ایشان یاد بدهیم، ولی ما حق تختهی دیگران نداریم. از پیغمبر بالاتر نیستیم. قل یا ایها الکافر، بگو این کافران، لا اعبد ما تعبدون، من آنچه را که شما عبودیت میکنید عبودیت نمیکنم، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما آنچه را من عبودیت میکنم شما نمیکنید، ولا انا عابد ما عبدتم، و من هم آنچه را که شما عبودیت میکنید من عبودیت نمیکنم. لکم دینکم ولی دین. قرآن عوض شده، لکن دین و کن بلیدین، دین شما برای خود و دین ما برای خود. حال یک ابن جاهل نادان بی سواد دور از قرآن میگوید آقا این چه حرفی عیسی بدون خود موسی بدون خود، من باید برم همه رو با شمشیر مسلمان کنم. پیش افتادن از قرآن و شرع مقدس و پیش افتادن از دستور صلوات الله اینجوری میشه؟ پیش افتاده از اینها موجب ظهور امثال داعش می شود. لکم دین و کن ولی دین، میگه دین شما برای خودتان، دین من هم برای خودم. خیلی سخن عالی است، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هر کسی به دین خود. البته ما معتقدیم که همه دین ها اسلام هست، ان دین عند الله الاسلام، همانا دین به مفهوم دین عند الله الاسلام، همه دین ها اسلام هستند و
و مختلف الذین اوتو علم من بعده یا اوتو کتاب من بعده، آنها که اختلاف کردن بحثشون جداست. این دکترین ماست، لکم دین و بلید دین، این دکترین مسلمان ماست. ما به هیچ کس مشکل نداریم، به همه احترام میگذاریم، دعوتشان میکنیم به سوی نیکی و خیر. اگر نپذیرفتن لکم دین و بلید دین، نمیگیم که میان بطهای شما را میشکنن، آن معبودهای شما رو ما در هم خواهیم شکست. نه، میگه لکم دین و کم ولیت دین. من چه کار دارم با بت پرستی دیگران؟ با بتهای دیگران چه کار دارم؟ با هر چیزی، با مراسم دیگران چه کار دارم؟ من چه حق مداخله دارم؟ چرا من خودم رو داناتر از او فرض میکنم، بهتر از او فرض میکنم؟ این نشانه مشکلاتی است که به وجود می آید. همه این همه این جنگ ها و این ستیز های بین ادیان و بین ملل ها هم به خاطر این است که هر کدام خود را حق می داند، دیگر را باطل می داند. این چه تصوری است؟ این چه تفکری است ما داریم؟ سیره مصطفی، سیره علوی، سیره اینها رو ما عمل خواهیم کرد. فرمود لکم دینکم، سیره هم نیست، عین قرآن است، لکم دینکم ولی دین. اما دلیل نمی شود که ما به دیگران انتقاد نکنیم، انتقاد علمی خواهیم کرد، باشون بحث علمی خواهیم کرد، خواهیم گفتیم بهتره از آن دست بکشید بیایید این تبلیغ، تبلیغ خواهیم کرد، ما سخن خواهیم گفت و جادل هم به لکی احسن، ما جدال احسن خواهیم داشت. اما این که دیگران رو محکوم کنیم، همه رو اهل باطل بدانیم، همه رو اهل دوزخ بدانیم و خودمان را فقط چند نفر من را چند اهالی جلسه رو بگیم هر کس در این جلسه نیامد احتمالاً کافر است، احتمالاً مثلا مشکل داره، خودمان را جدا کنیم بگیم ما مثلا تمامی کسانی که در اینجا هستن همه را به شدگانن، وای بر حال دیگران، وای بر روزگار دیگران، چقدر بدبختن که مثلا در مجلس مثلا قرآن در مجلس مثلا مذهبی شرکت نمی کنن. حق نداریم کوچکترین تلقی بکنیم، دیگران رو باید برتر از خودمان بدانیم. این راه و روش عرفان است. کسی که آمد در راه عرفان قدم برداشت، خود را یک ذره برتر از دیگران دید، بداند که در این راه نیست، در ضد این راه است. یک ذره خودش را برتر از دیگران دید، از هر جهت. خب فرمود رسول مجتبی سفیر معلا مقرب ثم دنا و فتدلا خاص و خاص قاب قوسین و ادنا محمد مصطفی صلوات الله سلام علیه خیر اولین آخرین. خیر یعنی اخیر، خیر در حقیقت اخیر بوده، حمزه ترزه اخیر و تفصیل است، خیر یعنی نیکو، نه نیکوتر، اخیر بوده اخیر و تفصیل است، به خاطر همین گفتن خیر، چون حمزه در اولش موجب سختی تلفظ می شده. عرب هر جایی که تلفظ سخت باشد آن را می اندازد، یک کاری می کند که راحت تر به زبان بیاید. خیر اولین آخرین یعنی بهترین، اولین اولین انسان ها و فرشتگان و هر چیز، و خیر آخرین خاتم النبیین، خاتم النبیین است. بعضی خاتم خوندن، لازم است خاتم بخوانیم، خاتم یعنی ختم کننده، اسم فاعل باشه. خاتم هم به همین معناست و صفت مشبه است و زیباتر است. خاتم النبیین در قرآن هست که و ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مانند پدر یکی از مردان شما نیست، آدم معمولی نیست، بلکه رسول الله، بلکه رسول الله و خاتم النبیین و خاتم پیامبران است، یعنی ختم نبوت در اونجا انجام شده. ختم نبوت، آغاز ولایت، آغاز امامت.
چرا آغاز امامت؟ به خاطر اینکه مگر دیگر انسان ها نیاز به هدایت نداشتن؟ این هدایت بوده است. از تشریع آمد به قسمت دیگر. نبی بود، خبر آورد، این امام است که پیشوایی میکنه، هدایت میکنه. و مقام امامت از مقام نبوت بالاتر است. مقام امامت حتی از مقام رساله هم بالاتر است. بنابراین مشهور است که حضرت رسول صلی الله علیه اول امام است، بعد رسول است و بعد نبی است. سلسله مراتب دارد. امام کسی که پیشواست، ایثار مطلوب میکنه. رسول کسی است که ارائه طریق میکند، ارائه طریق میکند، فرستاده شده است. رسول یعنی معصوم، یعنی از جانب خداوند فرستاده شده. نبی یعنی کسی که خبر میدهد، از عالم غیب، از عالم بالا خبر میدهد. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله هر سه این عظمت رو دارد. همچنان که حضرت ابراهیم علیه السلام طبق آیات قرآن که فرمود که و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین، که گفت که خواهش کرد از خدا که خدایا از ذریه من، از خاندان من هم امام قرار بده. حضرت فرمود لا ینال، خدا من فرمود لا ینال عهدی از ظالمین. عهد من، عهد امامت، عهد بسیار عظیمی است، به ظالمان نمیرسد. آن بحث کردن فرامان که ما کار من خاتم النبیین، خلاصه موجودات. موجودات همه خلاصه شن حضرت رب. همه اینها مستند به آیات روایات است. غیر از روایت مولانا چیزی نمیگوید. این که خلاصه موجودات است محصول چندین روایت داره. مظهر آیات بینات، یعنی محل ظهور آیات روشنگر الهی است. دریای بی پایان بی قیاس، دریایی است که پایان ندارد. همه دریا پایان دارند، اما این دریا پایان ندارد و حتی بی قیاس از قابل مقایسه با دریاهای دیگر نیست. میگوییم دریا ولی منظورمان غیر دریاست. من که میگویم لا، مراد لا بود. مولانا گفت که من وقتی لا میگویم منظورم الا است. شما اشتباه نکنید، وقتی دریا میگویم منظورم این دریا ها نیست، دریای بی قیاس است. آفتاب جل نامله و نور یمشی به پنه ناز. آیه قرآن است. قرآن فرمود که جل نامله و قرار دادیم برای او نورن، نوری را قرار دادیم، یمشی به پنه ناز، که در میان مردم به واسطه آن نور قدم میزند، مشی میکند، حرکت میکند. آیه قرآن است. یعنی چه؟ یعنی با نور الوهیت در میان مردم قدم میزنند. کلید فردوس و حدائق. فردوس یعنی همان بهشت که فارسی کردن، پردیس کردن و اینها. کلمه فردوس در قرآن هم آمده است و نشان میدهد که عربی است. یرسونن فردوس، آنها چه میکنن؟ فردوس رو به ارث میبرن. بحث خیلی جالبی است که چگونه ارث فردوس چگونه میشود، باز اینجا فرصت. و حدائق، حدائق جمع حدیقه هست. حدیقه به معنای باغهای دنیایی و باغ مطلق باغ هست. حدائق باغهای بسیار زیبا و دلنواز و چشمنواز. کاشف رموز و اسرار حقایق، پیامبر کلید بهشت و حدیقه های جنت در دست اوست. کشف کننده رمزها و اسرار حقایق است. آن منور منور صاحب توقیع. او منور، اولا منور است و بعد منور است. منور است، نورانی شده است، اسم مفعول است. منور یعنی نور دهنده است. هم منور است و هم منور است. اول خدا از نور او، از نور خود، نور یمشی به الناس داده است، منور است. و سپس وقتی منور است خود منور هم هست، خود نور میبخشد. صاحب توقیع، توقیع یعنی آن انذار. و توقیع چیزی بوده که
وقوعش همین بوده، فرمان الهیه. توقی به معنای فرمان هم، فرمان پادشاهان و ملوک، فرمانهای بسیار بزرگ پادشاهان که لازم الاطاعه و واجب الاتباع هست، این رو توقی میگفتن. صاحب توقی انا اعتنا کالکوثر، یعنی دستور از حکم الهی است که انا اعتنا کالکوثر، انا همانا ما اعتنا کن، عطا فرمودیم به تو الکوثر. که به نام نظر شیعه و سنی کوثر وجود مقدسه حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله سلام علیه هاست، صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین. اینجا آلهی گفت، اینجا یادش رفت که تغییر کند مولانا، در جاهای دیگری تغییر کرد، صحبهی رو میگفت، اصحابهی و صحبهی رو در بالا در آن خطبه حواسش بود. بنابراین چه کرد؟ حواسش به تغییر بود، صحبهی رو بیان کرد، یعنی همچنان که صلوات اهل سنت هست، آلهی و صحبهی، خب من اتباعهی و صحابتهی، اونجا هم بالا بود. ولی اینجا میگوید که صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین، این دیگر صلوات شیعه هست. چنین میفرماید و بر طالبان صادق و مجتهدان عاشق چنین املا میکنند که ان الله تعالی لما خلق العقل، که ما توضیح دادیم اینو، میفرماید آن صانع قدیم، صانع قدیم یعنی آن که قدیم است و حدیث نیست، قدم و حدوث از اصطلاحات متکلمی و عرفا است، آن صانع قدیم و آن حاضر ناظر، آن کسی که حضور دارد و نظارت می کند بر ما، و آن بصیر سمیع و آن بینای شنوا، آن زنده ای که همه زندگان زندگی از او یابند، یعنی خداوند، و آن قیومی که همه محتاجان در وقت ضرورت و درماندگی به درگاه او شتابند. قیوم یعنی برپای دارنده، از قامه یمومه بوده، قیوم بوده بر از فیعول، قیوم بوده که باب در باب ادغام شده و به خاطر تناسب قیوم باقی مانده، آن قهاری که گردن قاهران را به زنجیر و قل ادنا و جهنا بی اعناقهم اغلالاً بردسته است. همش آیات قرآن است، این همه تسلط بر آیات قرآن و پی در پی آوردن و در بین سخنان اینها رو نقل کردن واقعا شگفت‌انگیز است، بی بدیل است مشابه این. دیگران آوردن، متن ملمع آوردن، یک آیه دو آیه آوردن، از اول تا آخرش آیه است، هم در خطبه شاعرانه، عارفانه، عاشقانه و در این حال خیلی زیبا این مطالب رو در متابع خود داره. خب فرمود آن قهار، قهار بسیار قهر کننده، کسی که قهر هم دارد از صفات جلال الهیت است، گردن قاهران را، او قهار است، دیگران قاهران، کسانی که ظلم کرده اند خداوند می آید قهاره می کند و همه ظلم هایشان رو به خودشان برمیگرداند، به زنجیر و قل، قل زنجیرهای دانه درشت رو قل می گویند، بعضی هم بزرگ بوده، بعضی هم قل هم زنجیر و چیز گردی بود از آهن که بر گردن می انداختن، بعضی هم قل یک تخت با تخته ها و چوب ها چیزهایی می ساختن، دست ها رو هم در فیلم ها دیده، این دست ها رو هم به آن متصل می کردن و این زنجیر رو در گردن می انداختن، بعضا هم زنجیر ها رو متصل می کردن به یک زنجیر بزرگتر که در گردن می انداختن و او نمی توانست از شرش خلاص شود، یا بر پا می انداختن، به این می گن قول، و آن قیومی که آن قهاری که گردن قاهران را به زنجیر و قل انا جعلنا فی اعناقهم اغلالاً، از قرآن میفرماید که همان ما قرار دادیم در اعناقهم، در گردنهای
معاملان ما در گردنهای ظالمان اقلالند، غلها و زنجیرها. هر کس در این جهان دیگران را به غل بست، اسیر کرد، آنها را دستگیر کرد، هر کس در این دنیا گردن مردم را بست، دست مردم را بست، ما در آن جهان خداوند خداوند قهار آن قاهران رو به سزای اعمال خود بیرسانه. گفتند هیچ کاری نکنید مگر این که بدانید همان کار را با شما کسان دیگری انجام خواهند داد. هرگز نسبت به این بی‌توجه نشوید. هر کاری را که کردید در این جهان بلافاصله یا در این جهان، اگر فرصت نبود در جهان دیگر بدتر از آن را بر سر شما خواهند آورد. مطمئن باشید. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا بربسته است و رگ جان دشمنان چراغ دین و دیانت را به تیغ لقد طعنا منه البتین شکسته است. مولانا اینجا به یک مسئله خیلی مهم اشاره این که میکنم لقد طعنا منه البتین، یعنی ما قطع قطعه میکنیم میبریم از رگ گردن او. انرژی کنه. مولانا مفسر بسیار بزرگی است، مفسری است که بر اساس حقایق و ارفان هر میکنه. ابن عربی هم همین بود. شما به تفاصیل نگاه بفرمایید، در غالب تفاصیل من تفسیر دیگر رو ندیدم غیر از مولانا به ابن عربی و چند تا دیگر که تفسیر کردن، جای دیگری ندیدم این تفسیر رو. همه میگوین لقد طعنا منه البتین، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لقد طعنا منه البتین، اگر برخی حرفا را بر ما ببندد ما رگ گردن را میزنیم. این رو مستثن هستید، دوستانی که اهل تفسیر قرآن و اهل قرآن هستن میدانند، همه شما اهل قرآنی. همه گفتن که منظور رسول الله هست، نعوذ بالله. همه مفسران گفتن منظور رسول الله هست که میگه لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر بعضی حرفها رو بعضی اقاویل رو به ما ببندد رسول، رگی گردنش را میزنیم. این به نظر این حقیر هم بسیار تفسیر غلطی است، هیچ معنایی نداره. چه کسی گفته مقام شامخ و عظیم پیامبر مبرا از این است که تقبل کنن بعض رقابی را؟ آن ناظر است به کسان دیگر، ناظر است به دشمنان که میخواستن که حرف‌های غلط و تهمت‌ها و افتراها بر پیامبر ببندن، بر خدا ببندن، بر قرآن ببندن. این که مصداقش رسول نیست، ولی مرد اصلا با تأسف بسیار بسیار همه تفاسیر شیعه و سنی همشون این رو نسبت به پیامبر نمیشتن. نمیدانم من اول نادم احتمالاً روایت هم درست کردن، احتمالاً قال صادق و قال باقی هم درست کردم که اگر ما برویم مراجعه کنیم. من مراجعه نکردم ولی احتمالا باشد که بعد گفتم که منظور چیست، گفتم منظور رسول است. بعضی هم اینو به عنوان یک نقطه مثبت میگویند. همین کجاش نقطه مثبت؟ پیغمبر و اسلام در قرآن با تکریم فراوان رسول مواجه شده است. کسی که به انا اعطینا کل کوثر، آیا میاید میگوید لقد طعنا منه البتین؟ مولانا اینجا به این تفکر میدهد. اصلا ما خیلی های قرآن نمیخوانیم، ما فقط تقلید میکنیم، میرویم آن چیزهایی که در زیر این قرآن ها نوشته شده و خیلی هم ممکن است غلط باشه، این ترجمه ها رو میخوانیم، تفسیر هم بخوانیم، تفسیر های عادی رو میخوانیم و از اینها میخبریم. ولی اگر اساس رو بدانیم با اساس قرآن این رو مقایسه کنیم، میبینیم که مقام شامخ رسالت واقعا اهانت است. این رو بایستی به گونه دیگری بیان کرد. اگر روزی توبیده باشد در بحث‌های قرآنی هم، در بحث تفسیر قرآن هم به این مسائل هم می‌پردازیم. خب لقد می‌فرماید
رگ جان دشمنان چراغ دین و دیانت را به تیغ لقد تعمام نورتی شکسته است. یعنی رگ جان دشمنان هست. قد تعمام نورتی یعنی چه؟ یعنی آن دشمن نامی، دشمن اساسی که میخواهد به خدا و رسولش چیزی را افترا کنند و ببندن، گردن او را میزنیم، رگ گردن او را میزنیم، نه اینکه رسول را. رسول بسیار گرامی است در قرآن، تا جایی که قرآن میگوید که میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، نرید. مثلا اینها میرفتن در منزل رسول بود، میگفتن آی رسول، آی محمد، گفتن محمد، محمد کجا هست؟ از بس ایشان متواضع بود. قرآن میفرماید که ما کان محمد ابا احد من الرجال، محمد یکی از پدران مرد، شخص عادی نیست که بگید محمد محمد بگید، بلکه رسول الله، بگید یا رسول الله. مستقیم چرا خطاب میکنید؟ اینها رو تربیت کرده، این بی تربیت ها رو تربیت کرده. اینها بدون سلام همینجور سرشون رو میداختن پایین، بدون در هم نبود که بزنن، باز بود دیگه، من یا پرده بود یا پرده نبود، همینجور وارد میشدن به خانه رسول الله. حتی تستعنسو، قرآن گفت که اونس بگیری و تسلمو علی اهلها، اول سلام بگی، اولی یا اللهی به قول خودمان سلام علیکمی، یک دفعه یک نامحرم همینجور میرفت در حرم رسول الله وارد میشد. بی‌تربیت بودن، ندیده بودن. قرآن می‌بیند که رسول الله خجالت می‌کشد، به اینها می‌گه با لاغل صدا کنید، اینجوری من رو اینجوری صدا نکنید، با اسم پوچک من رو صدا نکنید، من رسول الله هم. قرآن مجبور می‌شود، قرآن می‌گوید پیغمبر هم که نمی‌تواند کتمان کنند که چیز، پیغمبر هم آنچه قرآن بوده است می آید و مردم متنبه می شود، مردم درک می کنند که قصه چه بوده است. جل جلاله چون عقل را که تاج زدین اوست، بر فرق بلغت کردن ما بنی آدم نهان. قرآن فرمود لغت تحقیقا کردن ما بنی آدم، ما بنی آدم رو تکریم کردیم. این تاج عقل چرا تکریم کرد؟ به خاطر عقلش. عقل آنقدر مهم است که بنی آدم رو به خاطر آن کرامت داد، وگرنه عقل نباشد هیچ کرامتی وجود ندارد. عقل چیست؟ قندیل عالم مهین و نور طور سینی و امیر داود و هاذا البلد الامین و خلیفه عادل حضرت رب العالمین. خب چیز عقل چیه؟ قندیل. قندیل چراغایی بود که از بالا می آمده، همین چیزهایی که ما استفاده می کنیم الان، پر از نور است و نزدیک می آید، پایین تر می آید، از بالا می آمده، ما میگن قندیل. قندیل عالم مهین، قندیل عالم مهتر، عالم بالا، یعنی از بالا عقل به عنوان یک قندیل آمده است تا ما در زیر نور آن ادراک کنیم. نور طور سینی و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم و تا آخرش دیگه میدونیم. و تو نور طور سینین، طور سینین همان طور سیناست که آن نوری که بود، آن نور طور سینین چه بود؟ همان نوری که انی انا الله فخر نعلی نکر باد مقدس تو با همان که حضرت موسی دید و آن نور را چشید. و امیر داد و هاذا البلد الامین، و این بلد امین، این بلد امین چیست؟ بعضی گفتن مکه هست، بعضی گفتن مدینه هست، بعضی گفتن که بیت المقدس هست، بعضی جاهای دیگر رو گفتن. این شهر معمون و شهری که همیشه در امن است.
و خلیفه عادل حضرت رب العالمین، جانشین عادل خداوند، هر چیز سلطان عادل و خوشبوست و سایه رحمت لا هو الا هو. خیلی زیباست، لا هو الا هو، هیچ هویی نیست جز هو، که از نامهاییست و از ذکرهاییست که در زمان مولانا معمول بوده، الان هم در میان درویش معمول است. لا هو الا هو، لا هو الا هو، یعنی هیچ هویی نیست جز هو. لا اله الا الله دیگه هم در قرآن هست، لا اله الا هو الا هو، هو الرحمن الرحیم الملك القدوس العزیز المهیمن، سلام تا آخرش که همه در درس داریم. عقل کیست؟ آن که فاضلان صحبه صفا و صحبت رهنشین بیند و انبارداران از دنیا و از رعت و آخره خوشچین بیند. آنهایی که میگن دنیا و مزرعه آخرت است، که هم برکنون از دنیا و مزرعه آخره، دنیا کشتگاه و کشتزار آخرت است، هرچه در این دنیا بکارید در آنجا درو خواهید کرد. میگه آنهایی که انبار دارن، یعنی چه؟ یعنی آنقدر در این دنیا کاشتن و برداشتن، نشاندن انبار، انبارهای روحیت در آنجا هست، عقل هم انبار دارن، عقل میفهمد که چه باید کرد. عقل ما میگوید که اکنون اگر در این جهان هم زرد بکشی، ناراحتی بکشی، چون راحت در آن سوی هست اشکال نداره. عقل ما میگوید که اگر رنج کشت و کار را و رنج زیر آفتاب حرکت کردن را بچشی و رنج درو کردن را و رنج در حقیقت آرد کردن را بکشی، آن وقت است که به نان زیبا دست پیدا خواهی کرد، به نان دست. عقل میگه، وگر نه کسی عاقل نباشد میگوید چرا زیر آفتاب این همه بمانند، چرا این همه زحمت بکشند. در شهر بیفزا به خودش میگوید که روش های جالبی همه که نشسته اند و در مجلس بورانان که گفته همه همجور ساکت ماندن. این خب در شهر بیفزا که منظورت چیست؟ به خود میگوید در شهر بیفزا، شرح عقل دل را مشرح کنند. وقتی انسان عقل را شرح کرد دل باز می شود. شرح یعنی باز کردن، شرح صدر یعنی سینه باز بودن، و سعه صدر هم همان است، وسعت مشرب است، وسعت مشرح است. عقل چیست؟ گره گشای عقده های مشکلات، گره های مشکلات رو باز می کنن، و مشاطه عروسان مزمرات معضلات. عروس که مشاطه می خواهد، مشت یعنی شانه، مشاطه یعنی شانه زن، یعنی کسی که عروس را می آراید برای حفظه، برای روز اول عروسی، یا هر آراینده و هر آرایشگر رو مشاطه می گوین. و مشاطه عروسان مزمرات معضلات، معضل ها و سختی هایی که هست، پیچیدگی ها و زمین مزمر ها و پنهانی هایی که در مشکلات هست، اینها رو میاد مشاطه میکنند، یعنی کم کم این زلف رو آرام آرام، زلف در هم تنیده و پیچیده مشکلات رو هموار میکنند، باز میکنند، مشاطه هست. قلاووز ارواح تا به حضرت فالق الاسباب که رمزی از اسرار رو اشارت کرد، قلاووز ارواح است، عقل قلاووز و پیشرو و رهبر، کلمه ترکی است، قلاووز یعنی رهبر، پیشرو، پیشرو ارواح است تا به حضرت فالق الاسباب. فالق یعنی شکافنده، حلقه یعنی شکاف، حلق هم اروز را به رب پلق، اون رب پلق چیز ربی که می شکافه، منطقه در پلق بعد از شکافتن چیز دیگری بیرون می آید. وقتی که شب شکافته شد روشنایی و روز و نور از آن بر می خیزد. این رو رب پلق از آن جهت هست، یعنی پناه می برن به خدایی که این سیاهی ها رو
باز می کند و از آن نورانیت رو بر ما دیگه می فرماید. چون از عالم لامکان و از کتم غیب به صحرای وجود آورد، تا صحرای وجود از این آفتاب سعود نور و ضیا گرفت، خواست که هنرهای عقل را و عجایب ها و لطایف پا و غرایب ها که در ضمیر عقل بود بر موجودات پیدا کنند. خب خدا وقتی خواست که از عالم لامکان، از عدم، همان که صحبتش رو کردیم، از جایی که مکان در اونجا وجود نداشت، وقتی مکان وجود نداشت به تبع آن زمان هم وجود نداشت، چون زمان تابعی از مکان است. وقتی مکان وجود نداشت زمان هم وجود ندارد. لا مکان و لا زمان. وقتی گفتیم لا مکان، منظور من همان لا زمان هم از بدون زمان. لا مکان و از کتم غیب. کتم یعنی مخفیگاه، کتمان کردن، همینه دیگه، پنهان کردن. از کتم غیب به صحرای وجود دارد. صحرا جاییست که باز باشد، همه جا رو ببینم. غیب جاییست که کسی نمیده. صحرای وجود یعنی از غیب آورد، از عالم غیب آورد به صحرای وجود. البته میتونم بگم به عالم غیب آورد، آنچنان که غیب و عیب رو از این آفتاب سعود. سعود یعنی آن که خوشبختی میاره. سعد یعنی در برابر نحس است. سعود یعنی سعادت و نیکودی و بهنودی و خوشبختی میاره. در برابر نحوس است. سعود برد فعول متضاد نحوس است که نحوست و زشتی و بدی را میگوید. نور و ضیا گرفت. نور و ضیا را هم گفته ایم قبلا که چه فرقی با هم دارند. خواست که هنرهای عقل را و عجایب ها، لطایف ها و قرار، لطیف و قریب و عجیب را که در ضمیر عقل بود، اینها را به ما نشان بده. و او را بدان فضیلت از همه ممتاز جدا بدهند. خداوند خواست که عقل را نشان بدهد، سایر موجودات بگوید که من این عقل رو فقط به بشر دادم. عقل اصلش از چیست؟ از عقال است. عقال پایبند شکر رو میگویند. و عقل چیست؟ عقل چیزیست که پایبند انسان است. شطور وقتی می نشیند، پایش، پای جلوش سه تا می خورد. دو پای ایمان دیگر دو تا می شود. پای او سه تا می شود. این دومی و سومی رو با یک بند کوچکی می بستن که قادر نبود دیگر برخیزد و او دیگر بلند نمی شود، یا نمی توانست یا نمی خواست که بلند شود. به این می گفتن عقال. و عقل هم از همان آمده است. عقل یعنی چیزی که انسان رو باز دارد، پای شهوات انسان و پای تمنیات و وسوسه‌های انسان را ببندد. سنگ محکی میباید که تا صفا و خالصی و پاکی و بی‌عیبی این نقد ظاهر شد. نقد یعنی طلا یا نقره. سنگ محک لازم بود. سنگ رو دیده ای سنگ محک استفاده میکردن، یک داروی میزدن، معمولا اسید یا باز رو میزدن و تشخیص میزدن که این نقره اصیل است یا این طلا اصیل است. زنگش عوض میشد. از اینجا میگفتن سنگ محک. مولانا میفرماید خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هرچه در او غش باشد. همان سیه روی آن سنگ محک تجربه عرفانی. یکی تجربه عرفانی باید باشد تا ببینیم که چه کسی ادعایش درست است، چه کسی غلط است. ترازوی میبایست. ترازو چیست؟ یعنی آنچه که میان دو چیز را میتواند تقسیم کند، موضوع کند. ترازوی میبایست که این نقد شریف، این پول، این طلا و نمره شریف و این موهبت لطیف تمام عیار را بدان ترازو برکشند. میگوید عقل را آوردن، خواستن که همه چیز، عقل خودش ترازو بود. خیلی جالبه، اینجا به این سخن جالب اشاره کرد. قدما که مثل حالا مثلا این وزنی، مثلا وزن یک کیلو رو الان دارن در سوئد، در سوئد هست یا در سوئیس هست، در یه آزمایشگاه در درجه چند درجه کلوین هست نگه داشتن و از یک عنصر خاص، این یک کیلو معیار هست. هر جایی که مرکز مقیاس های جهان هست، یک متر مقیاس دارد، سانتی متر
دسیمت، اینها مقیاس دارن، اینها یه مرکزی است در اروپا که همین مقیاس ها رو مشخص میکنن. اکنون مثلا کیلوهای ما رو ببریم با آنجا بسنجیم، احتمالا کیلوهای ما 900 گرم اینها در بیاید، چون من از بس کم کردن این بازاریان متدین ما که احتمال دارد کم بیاید. حالا اگر کم هم نیامد اینها معیار است، ولی قدیم معیار نبود. چه میکردن؟ یک مبنا و یک معیار رو انتخاب میکردن، او رو قرار میدادن، بعد از روی آن هنگ و سنگ و سنجه او رو پیدا میکردن. یک معیار بود مثلا معمولا نزد حاکم انجام بود و او رو میگفتن آقا هر کس مثلا اینقدر به دیگری برنج بدهد من هم از هم نبوده، 3 کیلو بوده، 5 کیلو بوده، 10 کیلو بوده، 13 کیلو بوده، 25 کیلو بوده، اینها رو می آوردن و معیار قرار می دادن. هر کسی می آمد می گفت سنگت رو بیار، اینها می داشتن یه طرف ترازو، بعد چکار می کردن؟ این رو می تراشدن تا به هم اندازه شدن. اما اینا خود این ترازو رو باسه به سنگی از کجا بدانیم این ترازو خودش درست کار می گرد؟ اینات می فهمید؟ می فرماید که عقل خودش همان سنگی همان ترازو، چون همه چیز را با عقل می‌سنجیم. این عقل خودش را با چه می‌سنجیم؟ این رو بیان می‌کنن. می‌گوید که به گواهی آن محق ترازوی می‌بایستی این نقد شریف یعنی این عقل را و این موهبت لطیف تمام عیار را باید تمام عیار باشد. این طلاهایی که هست 24 عیار نیست، بهترش 21 هست، اکنون در بازار من 17 هست، 19 هست مثلا، عیار را هم کم کردن. این تمام عیار را بدان ترازو برکشن تا سنگ و هنگ او پیدا شود که هیچ چیز در 18,000 آدم بیگواهی ترازو نه عزیز شود و نه خوار شود، نه بر خوبی او گواهی می شود داد نه بر بری. ترازو چیز ما نیست. در قرآن هست که میزان، میزان اما مرزان است، مرزان است از وزن، مثقال بر وزن مفعال است، اسم آلت است، مفتاح، مثقال، مزمار یا موارد متعدد دیگر. خب مسمار همین ها بر وزن مفعال است، مرزان بوده یعنی وسیله‌ای که با آن وزن را بسنجن. با چون با کسره ما تناسب نداشته و با ضمه تناسب دارد تا با کسره، بنابراین با رو چون مثال بود، مثال بابی بود از وزن می آید، به خاطر این باب رو تبدیل یا کردن شد میزان و یا با حرکه ما قبل خانده شد شد میزان. میزان یعنی ترازو، یعنی چیزی که آلت انتخاب و آلت ترازو و آلتی که وسیله‌ای که با آن بتوان چیزی را سنجید و وزن رو به دست آورد. میگه در 18,000 عالم بدون ترازو کاری نمیشه. ولی ترازوها فرق کردن. ترازوی این دنیا 1 کیلو، 2 کیلو، 10 کیلو هست. این وزن‌کشی های ولی جای دیگر این ترازو عقل است. عقل ما میتواند بفهمد. ترازوی سخن ها چیست؟ عقل است. یک کسی سخنی میگوید من در ترازو قرار بدهم که آیا این را بپذیرم یا نپذیرم. عقل است که میتواند این را به ما بدهد. ترازو تنها نه این است که بر دکان ها آویزد، در بازار ها ترازو آیت حق است و صدر خدا خیلی زیاد میگه. خدا میگه که میزان که هست خداوند چه کرده؟ دارم پرام ما میزان رو نازل کردیم. اصلا قرآن خودش یک میزان است. این که ما میزان رو نازل کردیم یعنی میزان و وزن و هماهنگی که طرف دیگر با طرف یکی باشد، اما عدالت، عدالت یک امر الهی است، صدر الهی است، آیت حق است، صدر خداست و تمییز علم است که آن ترازوی روحانی. یک ولی الهی وقتی ما نگاه میکنند با چه نگاه میسنجد ما را؟ با ترازوی الهی که خدا به او داده است. میزان آسمانی است که این همه ترازوهای جهان را از آن ترازو بیرون آورده.
بیان آسمان که هر آسمان یک میزانی داشته است، چون هر کارهای خدا بر اساس میزان است، بر اساس هارمونی معین، بر اساس سینتیک است، بر اساس همراهی هست، بر اساس تناسب است، بر اساس سنخیت است. میفرماید که همه ترازوهای جهان از آن ترازوی الوهیت آمده است. میوه را ترازوی دیگر، میوه را وقتی میخواهید بسنجید ترازوی دیگری است. این ترازوهای معمولا از اکنون دیجیتال. سخن را ترازوی دیگر که بدانی که راست است یا دروغ است، حق است یا باطل. شعر میخوانه ترازو دارد. عروض، علم عروض، علم قافیه، علم شعر، ترازوی روز. گوش آشنا ترازوی موسیقی است که شما میتوانید بفهمید که آیا این صحیح اجرا کرد یا مثلا فالس بود یا غلط بود، آیا از دستگاه بیرون رفت یا داخل دستگاه. اینها همان میزان هایی است. همچنان که یک نقاش میبیند میزان است، چشم میبیند که آیا این هارمونی وجود دارد، هماهنگی وجود دارد. چشم میبیند که آیا این رنگ ها با هم دیگر در این تابلوی نقاشی میخواند یا نمیخواند. مجسمه ساز میبیند که آیا این دستش با چشمش با پایش تناسب دارد یا ندارد. همه اینها میزان است. در هنر معمار میداند که آیا این طرف با اون طرف تناسب دارد یا ندارد. همه این تناسبات و این میزان رو رعایت میکنن. قالب که میگیریم همینه، قالب کف. خب میخواد تناسب و قالب های کف در حقیقت ترازوی کفش هستن. یعنی میخواد بگوید که همه جهان پر از ترازو است، همه جهان با ترازو است و ترازو از آن خداوند است، از آن بالا به ما رسیده است. میوه را ترازوی دیگر، سخن را ترازوی دیگر، آدمی را ترازوی دیگر که بدانی که آن آدمی چند ارزد. میخوایی بدانی که این آدم چقدر میارزه. ترازوی از چیست؟ تا مرد سخن نگفته باشد، ای به هنرش نگفته باشد. چو در بسته باشد که داند کسی که جوهر فروش است یا پیله برد. در بسته شما نمیدانید که آیا کسی که آمده طلا و جواهرات میفروشد یا چرت و پرت و چیزهای ابتدایی. تا مرد سخن نگفته، انسان تا سخن نگفته باشد معلوم نیست. وزن آدم به سخن گفتن، آیا بدل از سخن بگوید؟ کسی در نابجا سخن گفت، در جایی که نباید سخن میگفت دهان باز کرد یک کلمه گفت، یک کلمه بیشتر نگفت، ولی این ترازوی بی‌عقلی اوست که نباید آنجا سخن بگفت. آدمی را ترازوی دیگر که بدانی که آدمی، که آن آدمی چند ارزشش چقدر است. حیوان را ترازوی دیگر، قطعان هایی هستن مثلا خیلی بزرگ، گاو ها رو با اون مثلا میکشیدن، یک فرم دیگر، یک تن گاو رو، 800 کیلو گاو رو که با ترازوهای معمولی نمیشه. هر کس ترازو داره. ملائکه را ترازو دیگه. خیلی زیاد میگه ملائکه هم ترازو دارن، اینها رو هم میسنجن. و ما مننا الا له مقام معلوم. و در قرآن هست که فرمود که نیست برای ما مگر همه این فرشتگان مقام معلومی دارن. آنها هم تحت تأثیر ترازوی الوهیت هستند. آنها هم مرتبه دارند. پریان را ترازوی دیگر، پریها ترازوی دیگر دارند. بین مننا از صالحون و مننا دون ذلک. بعضی از ما هستند که صالح هم. پریان یعنی جنیان، منظورش از پری یعنی جن است. پری جن مؤنث رو میگویند. میگوید که فرشتگان ترازو دارند که مقامشان معلوم و جنیان و پریان هم مقامی دارن، آنها هم ترازو دارن که قرآن هم و اینا مننا از صالحون و از ما کسانی هستن که صالح هن و مننا دون ذلک کسانی هستی که صالح ندارن، مثلا اجنه زشتکار و بدکار هستن.
انبیا را ترازو دیده، انبیا هم ترازو دارن که تلکر رسول پزدن ما بعد هم علاقه. این رسول را که میبینی بعضی را بر بعضی برتری دادیم و پیامبر را بر همه این افاضل برتری دادیم. ترازو از آفتاب ظاهرتر است در عالم که حق تعالی با آفتاب قرین کرد و پهلوی آفتاب نشان که آفتاب را بر ترازو برسنجد. میگه ترازو از خود آفتاب مهمتره. چرا؟ چون خود آفتاب هم با ترازو میسنجن. ترازو یعنی که تراز میذارن و بر اساس کوتاهی و بلندی سایه شرق و غرب و قبله و اینها رو مشخص میکنن و شمال غرب و شمال شرق و اینها رو مشخص میکنن. خود آفتابان عظمتش نیازمند ترازو هست که حق تعالی با آفتاب قرین کرد و پهلوی آفتاب نشان که آفتاب را بر ترازو برسنجد تا بدانند که در کدام درجه است. میگویند آفتاب اکنون در درجه 19 برج حمل است، مثلا در درجه 6 برج سرطان است. خب اینها رو میسنجند. مقارنه با چیست که در کدام درجه است؟ مقارنه با چیست؟ مقارنه با چیست؟ یعنی طرف مقابلش چیست که احکام نجومی را به دست بیاورند. مولانا هم نجوم میدانسته. ترازو از آسمان مهمتر است. ترازو از همه آسمان احاطهش بیشتر است، با اینکه چیز کوچکیست ولی احاطه بر کل آسمان داره. آسمان محتاج ترازو است و ترازو محتاج آسمان نیست. این نشان میدهد حتی الله بیان کرد از سماو رفعها و وضع المیزان الله تدخل فی المیزان. آیش هم آورد که از سماوه آسمان را رفعها، آسمان را بلند کرد خداوند و وضع المیزان و میزان را و ترازو را قرار داد خداوند. یعنی میزان کار خدا، ترازو کار خدا است. الله تدخل فی المیزان و عقیم الوزن بلقش فلا تخسر المیزان تا آخرش هست دیگه. این که شما الله تدخل، این که طغیان نکنید، برتری جویی نکنید در میزان. میزان را همچنین نگه دارید در همه چیز. میزان حالت تعادل رو و حالت بینابینی رو نگه دارید، حالت اعتدال رو همچنین نگه دارید. از افراط و تفریط شدیدن بپرهیزید. آسمان بلند است، میزان از آسمان بلندتر است، ولی کم به تواضع وضعها به زمین مانده است. چون فرمود وضع میزان قرار داد، وضع کرد، وضع یعنی پایین آورد. میگه چون خدا رو میزان رو من وضع کردم، پایین آوردم، از آسمان به پایین آمدم. خیلی زیباست این وضع میزان رو با وضع و پایین آمدن از آسمان یکی دانسته. با خلقا میگوید که من از عالم بلند بلند آمدم. ای ترازو به چه کار آمده ای؟ از ترازو میپرسن که به چه کار آمده ای؟ آمده ام تا سبک ساران را و سبک عقلان را به ایشان بنمایم. آمدم به مردم بگویم اینها عقلشان کم هست، تا سبک عقلی خود ببینند و به تدارک و داروی حال خود مشغول شدند. آمدم به اینها بگویم که هر کسی بیاید عقلش را در سنجه ترازوی انبیا و اولیا بنهد و اینها آمدند تا ما عقود ما را بیاوریم با عقود انبیا که عقل کل هستند، با اینها بسنجیم و ببینیم آیا وزنهای ما درست است یا درست نیست، یا بعد از مدتی مثلا 600 گرم شده از 1000 گرم. بیاییم هر لحظه این رو بسنجیم. ولی میزان اینجا خیلی مهم است. همیشه بایستی عقاید، اعتقادات و دانسته های خود رو با آن میزان و معیار که قرآن و سنت باشد با آنها باید بسنجیم. و اگر مریضیم بسنجیم، مرض خود رو تدارک کنیم. خیشتن را گوهری و گرادی و ثباتی و تمکینی حاصل کنیم. گر از هر باب چون کاهی بلرزی، اگر کوهی شبی کاهی نیرزی. اعتراض و گرانی به چه حاصل کنیم؟ گفت شما چون پوستید و جسمید، آب و گلید، خیشتن را مغز نه مغز نه و جان و دلید حال کنید. یعنی اینکه شما بیاورید و آب و گل هستید، خود رو مغز نقض بکنید، مغز کامل بکنید. عقل شما
شما رو میرسن به آن مغز نرد، مغز کامل. شما آب و گل هستید، آب و گل رو رها کنید به سمت مغز نرد و به سمت جان و دل برمید، نه به سمت آب و گل. از آب و گل برخیزید به سمت جان و دل برمید. اعتراض این مغز از کجا حاصل کنن؟ خب به ترازوی عقل میگوید که این ترازو این مغز رو از کجا میگیرند؟ و آخر این همه گیاه ها و سنبل های گندم و جوز یعنی گردو و باقلی، همون باقلا که و باقلی و داروها و گیاه ها. باقلی همون همه دو حبه ها رو که وقتی باز میکنید دو قسم میشود، مثلا باقلا هم از آنهاست، لحظه ها، انوار، نخود و همین ها رو باقلی میگن، یکی هم آنهایی که وقتی بازده دو جز دارن، دو تکه هست. همه اول از زمین برگی میروین که ایشان را مغزی نیست. همه برگرد مغزی ندارن. وقتی مثلا یک نخود میروید برگرد مغزی ندارد. از هوای موافق جذب میکنن، هوا میگیرن. چنان که مردم گرم آزده و سینه گرم سوخته نفس را چون به خود کشد، آن برگ از هوای بهار چنان به خود میکشند و از تخت زمین آب میکشند از میان گل، آب را چون جدا میکنند و به خود میکشند. آدمی زنده از قدح آب که در خاشاک بود نتواند آب صاف به خود کشد. میگه اینها که مغز دارن، لوبیا هست و نخود هست و مثلا باقلا هست و هرچه هست، اینها که مغز نداشتن، بگه اینها هم اول مغز نداشتن، ولی چه کردن؟ آب را از زیر زمین کشیدن، آب را از بین خاک ها جدا کردن و کشیدن از ریشه هایشان، از آب هایشان، و هوا را از طریق برگ هایشان گرفتن، اعمال خاص انجام دادن و کلروفیل و اینها را جذب کردن و رشد کردن. آدمی زنده از قدح آب که در او خاشاک بود نتواند آب صاف به خود کشیدن. بگه آدم رو بزنن داخل گل، آب صاف میتونه از داخل گل در بیاره؟ نه، ولی گیاهان میتوانند از این گل آب مورد نیاز خود رو جذب کنن. زهی قدرت که حق تعالی چوب را و گیاه را داده است. خدا این قدرت رو به چوب و گیاه داده است، به ما نداده است. ما نمیتوانیم مانند او آب رو جذب کنیم. که از میان بحر تیره، بحر یعنی خار و خاشاک و چیزهایی که گل و لاو و اینها، آب آمیخته با صد هزار چیز آب صافی به خود جذب میکند و وجود خود را بدان نعمت هم پرمرز و آراسته میکند. پس باد علم و آب علم از بحر نهال آدمی پرستاده اند که العلم حیات القلوب و العمل کفارت الذنوب. پس آب علم را پرستاده اند که علم حیات قلب هاست و عمل کفاره گناهان است. اگر سینه گرم داری، اما دیگه توضیح لازم نداره تا آخر میخونم، اگر سینه گرم داری نسیم علم و حکمت درختوار بکش. اگر سینت گرم است، اگر به دنبال محبوب و معشوق هستی، علم و حکمت رو مانند درخت بکش. اگر جگر بریان داری از آب حیات عمل تشنوار بچش. جگرت بریان است از عشق، آن وقت میتوانی بچش. چون سلیمان بهار بر تخت عدل نشست که علمناه منطق طیر، به او آموختیم منطق و سخن گفتن تیرا. بهار حیاتی است که باد تخت اوست. خب مانند سلیمان که بر تخت می نشست، بهار هم بر تخت نشسته، باد تخت اوست که و سخرنا له ریح، همچنان که ریح را بر او مسخر کردیم، باد رو در تسخیر سلیمان قرار دادیم، این باد رو در تسخیر شما هم قرار دادیم، شما هم بگیرید و رشد کنید. تا عد در جهان به گستراند و ظلمی که کافر خزان و ساکنان باغ و بوستان رانده است، داد آن خوب و رویان از آن زشت فعلان بستاند، از زمین و از درخت پیش این سلیمان وقت، هر نباتی زبانی برون آورد به دعوی که من گوهری دارم و میوه‌ای دارم و مغزی دارم
و اینک زبان سنبول من گواه است. سلیمان بها گفت که هر دعوی را ترازو می‌کند. خب گفت میگوید که همچنان که سلیمان در آنجا بود این گیاهان هم سر بر می‌کنند، میگویند که ما هم کسی هستیم. آن ظلم خزان، ظلم پاییز کنار می‌رود و به جایش آن لطف بهاری می‌آید و اینها از خاک تیره سر بر می‌کنند و رشد می‌کنند و بالا می‌آیند و کم کم صاحب مرز می‌شوند. دعوی عشق کردن آسان است، لیک آن را دلیل و برهان است.